شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آزرم، شاعر ملی، پژوهنده ادبیات و فرهنگ ایران و علوم اجتماعی هستیم. آقای دکتر نعمت آزرم، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. درود به شما و هم همیهنان عزیزی که در پراکندگی های جغرافیای غربت ما روزها رو در انتظار شیرین نوروز می گذرانند تا دیگر بار به یکی از مهمترین آیین های ملی ایران ادای احترام کرده باشند و هم به خیشتن خیش یادآوری کرده باشند که فصلی نو باز در طبیعت آغاز می شود با نوروز. درود مجدد به شما که پرداختی به آن که پرسش ماست. جناب آزرم، باز هم در سالروزهای نوروز بزرگ، این جشن بزرگ ملی هستیم، این جشن ماندگار تاریخ و فرهنگ ایران، میخواستم لطف کنید بفرمایید که این نوروز چیست و چرا این همه این نوروز گرامی است و چرا این همه پایدار است و ماندگار؟ از این پیشتر که در باره نوروز بخواییم به پیشینه های تاریخیش اشاره کنیم که خواهیم کرد، بایستی بگویم که میتوان گفت که و گفتم قبلا و تکرار کنم که نوروز بود که تاریخ نبود، یعنی پیشینه مکتوب برای نوروز پیدا کردن در تاریخ فرهنگ ایران البته ناممکن است، به دلیل اینکه ما حتی از دوره هخامنشیان دقیقاً با شخص کوروش بزرگ و سال سالش هم مشخصه، این تحقیقات جدید هست در کنار تحقیقات قدیمی‌تر که از 500 سال پیش از میلاد، یعنی امروز که من با شما سخن می‌گویم با هم، 3000 سال پیش نوروز شناخته شده بوده است به طور رسمی. اما من این رو کافی نمیدونم و میخواهم بگویم که از آن پیشتر که تاریخ باشه، یعنی خط نوشته شده باشه، یعنی یادوارای مکتوب از انسان ایرانی باقی مانده باشد، نوروز بوده است. چرا بوده است؟ چون بهار بوده است، چون رویندگی بوده است، چون تحویل سال بوده است، چون نیاکان ما این را آموخته بودند که با زمان باید نو شد و باید زمان را نو کرد و با زمان به افق‌های آینده نگریست. به ویژه این که می دانیم که فرهنگی که اصل شادزیستی انسان یک ارزش والایی هست، خب طبیعتاً در اون فرهنگ که رستاخیز طبیعت هست چگونه ممکنه این جشن بزرگ، این جشن بزرگ طبیعت در اون فرهنگ بالاترین ارزش‌ها رو نداشته باشه؟ هم امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم، خب نوروز افزون بر این که در ایران و افغانستان آغاز رسمی سال نو هست، ولی در از سوی غرب تا آلبانی و از سوی شرق تا چین هنوز به عنوان جشن بهاری، به عنوان آغاز جشن بهاری تعطیل رسمی است و آیین‌ها دارند و خود جمع‌آوری اینا و بحث در باره یا نگارش در باره خودش میتوانه یک پژوهش گسترده‌ای رو دامن بزنه، یعنی به وجود بیاره. اما درباره نوروز ما میدانیم که به طور سنتی در آیین باورداشت‌های ایران باستان نوروز به جمشید نسبت
اولین باری که به تفصیل درباره نوروز سخن گفته شده طبیعتاً فردوسی شاهنامه فردوسی است. و در زندگی نامه جمشید میگوید که بعد از اینکه کارهای جهان روبراه شد و راحت به مردم آموخت و تقسیم بندی مردم به شغلهای گوناگون انجام شد و میدانیم که در اساطیر ایران آریایی تا پیش از اینکه جمشید ادعای پروردگاری کنه و فره ایزدی از او سر برد تا به کتابهای آخر اون بشه، تا پیش از او اصلا در زمان جمشید سرما و نیستی و تاریکی و مرگ و بیماری اصلا در جهان از بین رفته بودند. شاهنامه بحث میکنه که راجب به این که چه کارهایی کرده در دوره انجام شده از نظر پزشکی و ساختمان و شوشار. بعد میرسه به اینجا که میگه همه کردنی ها چه آمد به جای، یعنی اون چه شایسته انجام دادن بود. بله. اون کار به جای آمد یعنی انجام شد. به جای مهی در تراورد پای، به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت، یعنی نشان. چون خواستی دیو برداشتی، به هامون به گردون برفراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرماندوا. جالبه که در زمان جمشید دیوان هم به فرمانو در میان. و باز خوبه که بدانیم که دیوان پیش از زرتشت خدایان هم در فرهنگ ما بود. و بعد از زرتشت که اینها از جایگاه خدایی تا جای حد موجودات اهریمنی میرن کنار. ولی خود همین گزارش درباره نوروز که دوستی داره نقل میکنه به روشنی گواهه که مبدأ نوروز در یادنگاری های ملی پیش از زرتشته. یعنی دیوان خدایان هست. بله. چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برداشتی، چو خورشید به تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرماندوا. جهان انجمن شد بر تخت و شگفتی فرو مانده از بخت و به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. در سال نو هرمز فرزتین براسود از رنج و از درد و کین، بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. چون این جشن فرخ از اون روزگار، به ما ماند از اون خسروان یادگار. خب این گزارشی است که اون بخش میانی و اساسی گزارشی است که فردوسی از برگزاری جشن در زمان جمشید میده. و یادمون باشه که تاریخ ایران وقتی که میگوییم زمان جمشید و جمشید نیای بزرگ فرماندوایی میان ایران و هند دیگه یمه نامیده چون بله. یعنی خیلی قدیمه، یعنی از چیزی نزدیک به مثلا در گاه شماری ایرانی پیش از اسلام که شاهنامه فردوسی با کیومرث آغاز میشه که سر پادشاهان کیومرث بود، فاصله 4-5 نسل به فاصله 3-4 نسل جمشید میرسه. میخوام بگم اینقدر از نظر یادنگاری ایرانی، بنابراین وقتی که نوروز به اون نسبت داده میشه یعنی به آغازهای تاریخ نسبت داده شده. بله دقیقاً. تاریخ به اون معنایی که در ذهن زمانه، ذهن مردم زمانه باقی میماند. اصلا در شاهنامه فردوسی تقریبا همدوره با فردوسی، چون بیرونی همدوره هن نابهم، هم بیرونی دانشمند بزرگ ریاضیدان و ستاره‌شناس در کتاب معروف التفین به نوروز به تفصیل اشاره میکنه و هم در کتاب آثار الباقیه، دو تا کتاب. بله. آثار الباقیه بهبدی التفین به بیرون نوشته شده به فارسی. بعد زین اخبار گردیزیه داریم، خبریه داریم، اینا همه
با اندکی فاصله های کوتاه چند دهه، یکی دو ساله، یکی ده ساله، 20 ساله، با خود فرگوسی و شاهنامه اینا هم هستن، یعنی همشون قرن چهارم هجری هستن. بله. اما به تفصیل اون چه که به تفصیل بیشتری هست نوروزنامه که منصوب به خیامه، که اون هم اواخر قرن پنجمه، یعنی میدانیم که در گذشت فردوسی اوایل قرن پنجمه، یعنی بین 11 و 16 سال 11 یا 16 پنجم قمری هجری، و بعد اما یعنی 60 سال بعدشه که این نوروزنامه خیام که نوشته میشه و خیلی به تفصیل و جالبه که مجال خیلی نداریم راجع به صحبت بزنیم، الا اینکه بگوییم میانه آثار کلاسیک به زبان پارسی درباره نوروز مفصل ترین کاری که شده است همین نوروزنامه خیام است. و حالا تشکیک هایی هم شده که این مال خیام باشه که به نظر من تشکیک های علمی نیستن خیلی، چون از نظر خیلی مسائل به ویژه درون مایه قضیه و بعد اندک آشنایی هایی هم که برای ما امروز راجع به شیوه نگرش خیام در دست هست گواهی میده که این نوروزنامه مال خود او باشه. جوازم میشه یه خود بیشتر در این مورد توضیح بفهمید؟ نوروزنامه خیام یکی از مواد تشکیکی که مثلا دربارش میگن به خاطری بوده که میگن که خب این در زمان حیات خود، یعنی زمان زندگی خود خیام، چیزی خیلی به نامو شناخته شده نبوده. دقت میکنید؟ بله بله. بنابراین روایات خیام هم در زمان زندگی او به نامو شناخته نشده بوده. دقیقاً. ایشان در زمان خودش حجت الحق امام خیامی نشابوری و بعد سیاسیدان بزرگ، فیلسوف بزرگ و کسی که افتخار محاسبه دقیق گردش سال خورشیدی به تقویم جلالی منصوب به پادشاه معروف سلجوقی جلال‌الدین ملک شاه سلجوقی به اشارت دانشمند بزرگ وزیرش خواجه نظام الملک از دوستای همشهری هم هست. خیام به در زندگی بود زنده بودن خودش به این عنوان میشناسن. خیلی خوب. حالا یک مورد هم بوده که این امام محمد غزالی رسوا شده بوده و اون بوده که جناب ما خیلی خوبه عجیب است اون تو قرن پنجم خیام تو خراسان ما هم خیام رو داریم هم محمد غزالی داریم، درست تفاوت رو برو هم بله. با این که اندکی چند سالی، 10 سالی، 12 سالی، بین 10 تا 20 سالی، بله 20 سالی میشه 15 تا 20 سالی امام محمد غزالی جوانتره بله. از خیام. و جالبیه که قصه ای هست که قصه هم نیست، یک رویدادی هست که این آقای غزالی که البته جز معارف مثلا شخصیت های ایران اسلامی به چند علتی کم ماننده که حالا خواهیم گفت که کم مانندهش هم از ارزش های اون نیست این اما خب ولایی داره به هر گونه دانش، حتی که مثلا با اینکه اعتقادی به فلسفه نداره، برای اینکه فیلسوفان رو بکوبه در مقابل دیانت، خیلی خوب فلسفه میشناخته. برای این نامده خدمت استاد صبح زود که کسی ندینه و از اون درس فلسفه و ریاضیات هم میگرده و بیشتر فلسفه. بعد طبیعتا حضرت مثلا به زبان امروز حضرت آیت الله بوده، اولین کسی که در ادبیات اسلامی ایران بعد از اسلام لقب حجت الاسلام به او اطلاق شده است، نه از حجت الاسلام که توی نماز جمعه تعیین میشه. بله بله بله.